حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. یوانی متحد علیه ایران اتمی. منحرف کردن عاجزانه توجهات، ژست عدالت از سوی ایران. یادآوری می‌شود که رژیم در هیچ دور از تحقیقات اوکراینی، کانادایی و غیره همکاری نداشته است. در واقع و در ابتدا، حتی زمانی که ایرانیان برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند، آنها انکار می‌کردند. رژیم ایران به سازمان‌های تروریستی برجسته فلسطینی از جمله حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق کمک مالی و تسلیحاتی می‌کند. سازمان‌های تروریستی که بسیاری از آنها در هفته‌های اخیر فعالیت‌های خشونت‌آمیز خودشان را افزایش دادند. مارکو روبیو، عضو ارشد کمیته اطلاعات سنای آمریکا: بایدن با دشمنان ما مماشات می‌کند و دوستان ما را طرد می‌کند. بایدن به دنبال توافق با ایران و لغو تحریم‌ها علیه کوبا و ونزوئلا می‌باشد. کلودیا تنی، نماینده کنگره آمریکا: آمریکا در سال 2019 سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی نامگذاری و لیست‌گذاری کرد. این گروه عملیات‌های تروریستی را در سراسر جهان برنامه‌ریزی و هدف قرار می‌دهند و پشتیبانی و اجرا می‌کنند. اکنون کشورهای دیگر باید از این روند پیروی کنند. مدافعان حقوق مدنی سوئد: ما محاکمه یک شهروند ایرانی در سوئد را در خصوص مشارکت در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی که در سال 1367 در ایران انجام شد پیگیری می‌کنیم. این فرد در دادگاه منطقه به حبس ابد محکوم شد. اکنون این پرونده توسط دادگاه استیناف سوئد در حال رسیدگی است. ایوان اسکالفاروتو، سناتور ایتالیایی: سامان یاسین از اکتبر 2022 به اتهامات واهی مربوط به اعتراضات در ایران در زندان است. او در اعتراض به بازداشت ناعادلانه خود شکنجه شده و دست به اعتصاب غذا زده است. او در خطر اعدام است. سامان یاسین را آزاد کنید.